بیماری و نگرانی از حاشیه‌های پردرد آن دغدغه‌ای است که گروهی برای تسکینش حاضرند هر گونه هزینه ای را پرداخت کنند. گفته می شود هر سال بیش از 3000 میلیارد تومان برای مصرف دارو در کشور ما هزینه می شود، آن هم در شرایطی که این مقدار هیچ گونه تأثیری در افزایش طول عمر بیماران به ویژه بیماران صعب العلاج ندارد. چندی پیش محمد اسماعیل اکبری رئیس مرکز تحقیقات سرطان با اظهار نگرانی از این موضوع مهمترین چالش درمان سرطان در ایران را هزینه تراشی برخی پزشکان برای بیماران دانسته بود. اما یا به راستی آنگونه که وی به آن اشاره می کند پای تعارض منافع، تقاضای الغایی و عدم کنترل علمی از سوی متولی سلامت در میان است؟ دکتر شهرام توفیقی دبیر انجمن علمی اقتصاد سلامت به این پرسش اینگونه پاسخ می دهد. زمانی ما اطلاق تعارض منافع رو می کنیم که اثبات بشه منفعت مورد نظر هست، کسب منفعتی بیش از اون اندازه که قاعدتا باید دریافت بشه. یعنی من اگر فرض بفرمایید بندوان یه پزشک جوانی که تازه فارغ التحصیل شدم و هنوز تجربه کافی ندارم، به جای مثلا 5 قدم آزمایش 10 قدم آزمایش بنویسم، 5 تای اضافیش تو یه نفری که با تجربه هست بگه این اضافه هست، پس این تعارض منافع داره. خیلی این تعارض منافع نیست، این به دلیل کم تجربی هستش که یه پزشک جوان ممکنه انجام بده و میخواد اطمینان پیدا کنه که چیزی رو از قلم ننداخته، هزینه اضافه تری تحمیل میکنه، ولی به دلیل کسب منفعت نیست. یا مثلا موردی هستش که بعد از اینکه قصه های پیگیری های حقوقی و شکایت از پزشکان افزایش پیدا کرد، گروهی از پزشکان تصمیم گرفتن هر آزمایش رو که فکر میکنن ممکنه به درد بخوره برای حفاظت از حقوقی از خودشون مینویسند و آزمایش تکمیلی رو انجام میدن که مثلا به این قصه بر نخورن که مورد پیگرد حقوقی و قضایی قرار بگیرن. این هم جزء تعارض منافع محسوب نمیشه، چون جزء به دنبال منفعت مادی چیزی نیستش، برای حفاظت از خودش در مقابل پیگیری های قضایی داره این کار میکنه. تنها مواردی تعارض منافع محسوب میشوند که اثبات بشه فرد که داره تجویز میکنه، چه به عنوان آزمایشگاه، چه دارو، چه بستری کردن و سایر خدمات، حتما به دنبال منافع مادی هستش. اگر این عنصر رو در تعریف جدید تعارض منافع در نظر بگیریم و محاسبات بعدتر رو انجام بدیم، متوجه شدیم که تقریبا مطالعاتی که در دانشگاه تهران انجام شده که چیزی نزدیک 1/3 مواردی که قبلا تصور میشد تعارض منافع است، واقعا تعارض منافع استش. این رو از این جهت عرض کردم که در باب تعارض منافع یه مقداری با ادبیات جدیدترش آشنا بشید. اما فرض بفرمایید بیمار اومده و خانواده بیمار توانایی و مکنت مالی رو دارن و اینها تقاضا میکنن برای بیمارشون هر کاری که لازم است انجام بشه و پزشک نه به خاطر منافع خودش ولی به خاطر اصرار پزشکان داره این مثلا مدت بستری رو بیشتر میکنه یا داروی بیشتر میده به امید اینکه حتی خانوادهش به 1 روز هم بیشتر زنده باشه، برای ما ارزش داره که ما بگیم تلاش خودمون رو کردیم. این هم جزء طبقه بندی تعارض منافع قرار نمیگیره، چون اصرار خانواده هست و اینها واقعا اتلاف منابع هستش به تعبیر جناب دکتر اکبری، اما تعارض منافع نیست.